سلام بچه ها امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگمنم از گروه استودیو تایم بستروم همونطور که احتمالا از عنوان ویدیو و تامنیلم حد زدین توی این ویدیو میخوایم در مورد خانایی شهر خانش شهر بر اساس اصول پنجگانه لینچ صحبت بکنیم کوین لینچ یکی از افرادی که اصلا واژه و عبارت خانش شهری رو وارد ادبیات طراحی شهری کرده قبل اینکه بریم سراغ ویدیو خوشحال میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنین زنگوله بغلش رو هم بزنین که اگه ویدیو جدید منتشر شد اونو از دست ندین برای حمایت از ما میتونین ویدیو رو لایک کنین کامنت بذارین یا ویدیو رو برای کسایی که احتمال میدین که از موضوعات معماری و شهرسازی خوششون بیاد بفرستین بریم سراغ اصول پنجگانه کوین لینچ قبل از اینکه بریم سراغ اصول پنجگانه کوین لینچ بیایم در مورد همین عبارت خانش شهری صحبت بکنیم خانایی شهر اصلا چی هستش و حالا چه کمکی به ما میکنه اگه حالا توی طراحی فضای شهریمون بهش توجه کنیم و اون رعایت بکنیم خانش شهری رو هرچقدر من بخوام راحتتر و ساده تر توضیح بدم به این میرسیم که شما توی پیدا کردن فضاهای شهری محیط شهری گیج نشی مسیرها رو بتونی خیلی راحت پیدا بکنی بتونی خیلی راحت به مقصد توی اون شهر برسی حالا اون مقصدت میخواد رستوران باشه پاساژ باشه کتاب خونه باشه مدرسه باشه خونه دوست و آشتون فامیل باشه یا هر چیز دیگه ای شما خیلی راحت بتونی از طریق یه آدرس برسی به مقصدت برسی به اون هدفت به اون مکان مشخص داخل شهر هرچقدر این اتفاق راحت تر بیفته ما به اصطلاح خانش شهری مناسب تر و راحت تری توی اون شهر داریم و اون طراحی فضای شهری مناسب تر اتفاق افتاده شما فرض بکنین که برای اولین بار میخوایم برین خونه یکی از اقوام یا حالا یکی از دوستاتون یعنی به یه جایی برین که تا حالا نرفتید و با وجود این موضوع میتونین خیلی راحت با توجه به آدرسی که اون آدم بهتون میگه خونش رو پیدا بکنید و این موضوع نشون میده توی اون شهری که اقامت دارین شما و دارین زندگی میکنین خانای شهر خیلی راحت تر اتفاق میفته حالا نسبت به یه جای دیگه که خیلی سخت میتونین به یه آدرس دقیق برسین حالا کوچه بندی خیابون کشی و حالا موارد دیگه به نحوی اتفاق افتاده که خانای شهر اومده پایین حالا کوین لینچ اومده 5 تا اصل معرفی کرده که با توجه به اینا و آشنایی باهاشون ما میتونیم توی طراحی و برنامه ریزی فضاهای شهریمون خانش شهر رو بالاتر ببریم و اون رو راحت تر بکنیم بریم دونه به دونه اینا رو با همدیگه بررسی بکنیم اما قبلش میخوام روزنامه وار این پنجتا تا اصل رو بهتون بگم این پنجتا تا اصل شامل مسیرها، گره ها، لبه ها نشانه ها و حوزه ها میشن که حالا از همون مسیر شروع میکنیم دونه به دونه با هر کدوم از این اصل ها بیشتر آشنا میشیم اول از همه میرسیم به مسیرها مسیرها ها و عناصر خطی داخل شهر هستند که عبور و مرور ممکنه توی اون مسیرها اتفاق بیفته ممکنه نیفته شامل خیابونا، بلوارا، راهروها، در واقع پیاده رو کانال های آبی رودخونهی که توش کشتی داره حرکت میکنه ریل راه آهن و حالا هر چیز دیگه ای که شما توی همین دسته مسیرها قرار بدین میشه اولین اصل اصول پنجگانه کوین لینچ که میاد کمک میکنه برای سازماندهی و ساماندهی مناطق مختلف شهری بعد مسیر که گفتم شامل حالا خیابون و بلوار و پیاده رو و چیزهای دیگه میشه میرسیم به گره ها گره ها چی هستن زمانی که این مسیرهایی که حالا گفتن مثل خیابون مثل بلوار یا حالا چیزهای دیگه به هم میرسن و در واقع همدیگه رو قطع میکنن توی اون محل طلاقی دو تا مسیر اون گره شهری اتفاق میفته یه سری نقاط استراتژیک شهری هن که خیلی وقتا افراد برای سفرشون از این نقاط به عنوان نقاط انتقال استفاده میکنن یعنی شما فرض بکنید میخوایم برین مثلا مدرسه قبل اینکه برین مدرسه خودتون رو میرسونیم به یه میدونی مثلا میدون اصلی شهر بعد از طریق اون میدون و راه های ارتباطی و مسیرهایی که داره خودتون رو میرسونین به مدرسهتون در واقع اینجا اون میدون یا اون چار راهی که شما دارین ازش رد میشین به عنوان یک نقطه انتقال استفاده میشه که در واقع همون گره شهری ماست و به ما کمک میکنه برای رسیدن به اون مقصدمون یا به اون مکان مشخص شهریمون راحت تر اون فضا رو هم پیدا کنیم هم بهش برسیم اصل بعدی اصل نشانه و یا لندمارک شهریه نشانه ها چیا هستن؟ لندمارک یا همون نشانه شهری در واقع یک نقطه مرجع خارجیه یعنی افراد دقیقا وارد اون فضا نمیشن مثل گره نیست شما گفتم گره مثال میدون یا چارهای شما در واقع وارد اون فضا میشین به نقطه انتقال میتونید ازش استفاده بکنید اما نشانه ها که حالا میتونن شامل ساختمون یه رستوران یه بانک یه حتی میدون میدون میتونه یه نشانم باشه توی حالا شهر یه مجسمه یا حالا هر چیز دیگه ای که توی شهر قرار داره به عنوان یه نقطه مرجع خارجیه که فرد دقیقاً وارد اون فضا نمیشه اما از اون فضا به عنوان یک نشانه استفاده میکنه برای رسیدن به مکان مشخصی که توی ذهن داره شما فرض بکنید که یه آدرسی بهتون دادم مثلا آدرس یه رستورانه میخوان خودتون رو برسونیم به یه رستوران آدرسش رو که حالا براتون فرستادن اینجوریه که اول اسم یه میدون رو آورن. مثلا گفتن آقا میدون ولی اصر بعد خیابون ولی اصر بعد از بانک ملتی که حالا توی همون خیابون قرار داره شما میرسی به مثلا اون رستوران اول از همه اومده گفته میدون ولی اصر یعنی اول از همه اومده یک گره مشخص کرده که شما خودتون رو از طریق مسیرهای ارتباطی برسونین به اون گره و بعدش وارد مسیر اصلی رسیدن به هدفتون بشین که خیابون ولی اصره میدون ولی اصر خیابون ولی اصر بعد از بانک ملت در واقع همین بانک ملت میشه نشانه ما فضایی که ما دقیقا با سر و کار نداریم نمیخوایم وارد بانک بشیم اصلا با بانک کاری نداریم ولی به عنوان یه نشانه داریم ازش استفاده میکنیم که دقیقا بعد از اون نشانه اون رستورانی که مقصد ماست قرار گرفته ما میخوایم واردش بشیم از طریق این عناصر یعنی این سه تا که بهتون گفتم گره مسیر و نشانه داریم میرسونیم خودمونو در واقع به رستورانی که حالا هدفمونه به اونجا برسیم یه نکته ای که در مورد نشانه ها مهمه اینی که باید نشانه ها منحصر به فرد و مشخص باشن یعنی شما زمانی که مثلا توی یه خیابون رد میشین هر خونه ای یا هر بنایی یا هر عنصری توی فضای شهری به عنوان نشانه نیست باید در واقع یک درگیری احساسی با شما برقرار بکنه یکی از حواس پنجگانه شما رو درگیر بکنه مثلا فرض بکنید دارین از جلوی یه رستورانی رد میشین انقدر بوی کباب اونجا پیچیده تبدیل به یه لندمارک شهری شده یا مثلا یه بنایی هست که نمای خاصی داره یا تابلوی خاصی داره یا مثلا یه ایسکا اتوبوس هست که تبدیل شده به یه لندمارک شهری در واقع باید یه اتفاق منحصر به فرد و خاص توی اون فضا بیفته که یک نشانه توی شهر برای اون منطقه شکل بگیره قبل از اینکه من دو تا اصل بعدی اصول پنجگانه لینچ رو بهتون بگم یه نکته رو بعد همین جایی کار بهتون گوشزد کنم اونم این که ما داریم این اصول رو در واقع باش آشنا میشیم و یاد میگیریم نه بابت اینکه آدرس دهیمون بهتر بشه یا از این به بعد بدونیم که آقا یه بنا لندمارک هست یا نه ما در واقع این اصول رو میشناسیم تا ببینیم چطوری میتونیم یه شهر رو خاناتر بکنیم و بعدا توی برنامه ریزی شهریمون توی طراحی فضاهای شهریمون بیایم از همین اصول استفاده بکنیم یعنی زمانی که میخوایم یک خیابون بکشیم به لندمارک و نشانهایی که قرار توی این خیابون قرار بگیره دقت بکنیم توی برنامه ریزی که قراره توی کاربری ها و عملکرد توی یک کوچه اتفاق بیفته مثلا به گرهسازی و نشانه گذاری های اون منطقه دقت بکنیم بعد از این موضوع بریم سراغ لبه ها لبه ها یه شباهت کوچیکی با مسیرها دارن و شاید تنها شباهتشون هم هست اونم این که به صورت خطی هن. یعنی عناصر خطی هن. دقیقا مثل مسیر اما تفاوتی که دارن اینه که به عنوان یک راه و مسیر رفت و آمد نیستن بلکه مجزا کننده و جدا کننده دو تا بخش از شهرن مثلا فرض بکنین که شما دارین از کنار یه پارکی عبور میکنین توی پیاده روی خیابونی این پارک از طریق یه سری بوته و حالا دار و درخت و گلوگیا یک مرزی ایجاد کرده که کاملا از سمت خیابون تفکیک پذیره و شما کامل میتونی حس بکنی که مثلا یا بیرون اون پارکی یا داخل اون پارکی در واقع اون دار و درخت و اون بوته ها اومده یک لبه برای ما ساخته حالا این لبه میتونه نفوذ پذیر باشه یا نفوذ ناپذیر توی مثالی که زدم توی پارک اون بوته ها و در واقع اون دار و درختی که وجود داره شما میتونی از بینش ردشی شی و خودتو وارد پارک بکنی یا جدا از اون میتونی ارتباط بصری نسبت به داخل پارک داشته باشی یا کسی که داخل پارک که میتونه توی خیابون رو ببینه از این جهت ما یه لبه نفوذ پذیر داریم اما لبه نفوذ ناپذیر چیه شما یه اداره خیلی بزرگ یا یک مجتمع مسکونی یا یه ساختمون ویلای بزرگ رو فرض بکنید که اومده مرز خودش از خیابون رو به کمک یه دیوار بلند که حالا ممکنه سیم هم بالاش باشه جدا کرده و اینجا یک لبه نفوذ ناپذیر سخت ساخته که کاملا مرزش از در واقع خیابون و پیاده روی داخل خیابون جدا شده ما از این لبه ها هم برای خانایی هرچه بیشتر شهر و مشخص کردن فضاهای شهری داریم استفاده میکنیم اما اصل آخر اصول پنجگانه لینچ ناحیه و یا حوزه است در واقع این نواحی و حوزه هایی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم اولا که اب ابعاد بزرگ و کوچیکی دارن حتما ابعادشون مشخص نیست مثلا بگیم از یه ابعادی به بعد ما داریم در مورد حوزه یا ناحیه صحبت میکنیم جدا از این هر عنصری که توی اون ناحیه وجود داره حداقل یه شباهت به بقیه عناصر توی اون ناحیه یا توی اون حوزه داره خیلی کوچیک اگه بخوام یه مثال براتون بزنم شما یه پارک رو فرض بکنید که زمانی که داخل اون پارکین انگار داخل یک ناحیه یا یک حوزه هستین در واقع یک حوزه شهری به ابعاد خود اون پارک مثلا فرض بکنین که داخل پارک ملتی چطوریه حالا باز اگه بخوام توی آدرس دهی مثال براتون بزنم بابت اینم هست که اون آدرس دادن قشنگ به ما نشون میده که خانه شهر چقدر داره خوب اتفاق میفته اگه من بتونم آدرسمو خیلی سرراست و دقیق بگم خیلی در واقع خانش شهری راحتی دارم از این جهت دارم از این مثال استفاده میکنم شما فرض بکنین توی آدرس دهی مثلا با دوستتون میخوان قرار بذاریم میگه آقا با هم قرارمون رو اول میذاریم توی پارک مثلا ملت میگم آقا بیا تو پارک ملت بعد از این مسیره رد شو برس مثلا به فلان درخت یا فلان نیم کرد بعد خودتو تو برسون به فلان جا میدونین هی این مسیرها رو من دارم توی یک حوزه مشخص میکنم اول از همه اون حوزه یا ناحیه رو مشخص میکنم بعد ریستر میشم که مثلا اون فرد برسه دقیقا به جایی که من خواستم یا بهش گفتم یا حالا برعکسش اون به من گفته خیلی بزرگتر اگه بخوام ناحیه یا منطقه رو با هم دیگه بررسی بکنیم بعد شهربندی در واقع یک کشور رو با هم دیگه بررسی بکنیم شما در واقع اینجا هم داری ناحیه بندی و حوزه بندی میکنی که شهرها رو از هم جدا میکنی یا مثلا توی خود اون شهرها داری منطقه بندی میکنی ناحیه بندی, م... بندی میکنی مثلا توی تهران ناحیه سه منطقه سه مثلا منطقه دو منطقه 18 یا حالا من، مناطق دیگه باز داریم از این حوزه بندی استفاده میکنیم با پنج تا اصل لینچ آشنا شدیم که میاد کمک میکنه برای خانه شهرچه بیشتر شهر اما یه نکته هست اینه که حالا این پنج اصل فقط هم توی برنامه شهری نیست که به ما کمک میکنن ما بعضی وقتها داریم یه مجتمع مسکونی میسازیم یا یه مجموعه تجاری خیلی گسترده میسازیم باز زمانی که ما در واقع پروژمون ابعاد و اندازه های وسیع و گسترده پیدا میکنن استفاده از این پنج اصل میتونه خیلی به ما کمک بکنه مثلا فرض بکنین توی مجموعه مثل ایران مال یا توی مجتمع مسکونی مثل مثلا اکباتان دوباره میاد این گره‌سازی‌ها، این نشانه مسیرها لبه ها و حتی ناحیه بندی ها به ما کمک میکنه حالا توی مثالم ایران مالو گفتم من حالا توی تجربه هایی که توی حضورم توی این مجموعه تجاری داشتم اتفاقا این حس رو کردم که این اصول پنجگانه شاید خیلی توش رعایت نشده یعنی من توی دو سه باری که به ایران مال رفتم حالا نمیدونم خودتونم تجربهش رو دارین یا نه اگه دارین حتما برامون بنویسین خیلی پیش اومده که گم بشم انقدر این فضا بزرگ بوده و بعضا شباهت و تکرار زیادی توی ساخت فضاهای مختلف و طراحی‌هاشون وجود داشته که هی گم می‌شدم یعنی هم باعث می‌شده که مثلا ماشینمون رو گم کنیم حالا با خونواده یا دوستان زمانی که میرفتیم اون پارکینگ مشخصی که ماشینمون بوده رو اونجا گم بکنیم یا توی پیدا کردن حالا اون هدفی که توی اون مجموعه داشتیم برای رسیدن به یه رستوران یا حالا یک فروشگاه یا حالا هر چیز دیگه ای این اتفاق برام میافتاده که مثلا یا گم بشم یا طولانی تر بکنم مسیرم رو از همین جهت حالا ما میتونیم توی ابعاد و اندازه کوچکتر از یک شهر که شامل حال مجتمع مسکونی یا کاربری های گسترده میشه مثل همون حالا مجموعه تجاری مثل ایران مال بیایم از همین اصول پنجگانه استفاده بکنیم این موضوع کلا خانش شهر برای من خیلی جذابه امیدوارم که برای شما اینطور بوده باشه و تونسته باشم توی این ویدیو به اطلاعات شما اضافه کرده باشم اگه دوست داشتین از ما حمایت بیشتری بکنین جدا از لایک و کامنت و سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیوها میتونه از طریق لینک هامی باشی که توی بخش توضیحات هست ما رو نقدن حمایت کنید خیلی ممنون از همراهیتون خدا نگهدار